سلام، به برنامه رادیویی از تلویزیون خورشید خوش آمدید. سرک و مشکلات سرک در شهر کابل از نگرانی های شهروندان کابل به شمار می آید. مردم نگران از این هستند که میلیون ها دلار بالای سرک های شهر کابل به مصرف رسید، اما تا حال هم سرک های شهر کابل از وضعیت خوب برخوردار نبوده و همیشه مشکلات و چالش های برای مردم خلق می شود. در این برنامه رادیویی به همین موضوع پرداخته شده است. امید تا آخر برنامه با ما باشید. باشندگان مناطق مختلف شهر کابل از وضعیت خراب سرک‌ها در شهر شاکی‌اند. این باشندگان میگویند که شهرداری کابل طی چند سال گذشته به گونه درست به وضعیت سرک‌های شهر کابل توجه نکرده است. هرچند طی 14 سال گذشته میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شده است، اما هنوز هم بخش از سرک‌های پایتخت در وضعیت بد قرار دارند. نظر به شکایات مردمی به سرک کارتای مامورین الی کوتای سنگی مربوط ناحیه سوم و پنجم و سرک چهارقلای چهاردهی مربوط ناحیه ششم شهر کابل می رویم. بینندگان گرامی، برنامه رادیویی با منطقه سیلو، سرک سیلو مربوط ناحیه پنجم شهرداری کابل آمدیم. قسمت میبینید این سرک یک بار کار آغاز شد بالای ازی بسیار جدی و سرک بر روی ترافیک مسدود شد. میبینید که مشکلات زیاده در اون وقت. اکثریت از باشنده ها خصوصا کسایی که از این ساحه عبور مرور داشتن شکایات زیاده داشتن که سرک برای خاطر بازسازی راه ترافیک بسته است، اما بعد از مدت گذشت زمان محدود دوباره این سرک تخریب شد از سوی شهرداری کابل و یا شرکت قراردادی. کیره با مقامات در شهرداری پرسان میکنیم، دوباره تخریب شد و قسمی که میبینیم حال باز هم همون مشکلات بر مردم ایجاد شده. میخواستم با یک تن از باشنده ها و دکانداران همی ساحه همین موضوع رو مطرح کنم. سرک در طولی یعنی سال دویه میشه است که دولت ما یک ساله قرارداد با برادرای ما داده بود، چون که شهروالی وجود نداره، شهروالی ما مال فعلا سرپرست نشین است و قبلا چه که بود کلام از رو متوجه و بررسی دروغ با شرکت های خصوصی که قرارداد میکنه و کسی پرسان و سوال و بازخواست نیست. گویا که دلیل از این چیه؟ یک بار خیر میشه، در بار دویم بیادر پس دویم بارا سرک کنده میشه. حتی آیت های شامات بررسی کرد که بیادر ما گفتیم که همی چی مشکل داره، گفت بیادر گفتیم مواد چیه. از ببخشید برادر، از هیات ها که پرسان کردی جواب چی دادن؟ اگر هیات ها را پرسان کردیم، این جنرال آمد، این جنرال خصوصی آمد و گفتم چی مشکل داره؟ گفت گویا که در یک تنقیر تقریبا در یک تنقیر 12 بشکه ایسای مهاد از خود قیر داره کم مدخل کرده. بیادر اینی سرک سه ماه نمیشه قیر کرد، پار سالی را شروع کرده بود، در یک سال خلاص نشد. سه ماه میشه که نمی خلای نه بازی را کنده، ای خاک باد است، ای کوی را بندی را سای کو تکس میتم پیسه کار دست بیش ما دور میتا، اما سرکی چیز از راه را بند میکنه. اینی چند ماه میشه می راه را بند بودی، یک طرف بند، یک راه بندی، یک مشکلاتی خاک نه تالا. سرک طول سه ماه میشه که زیر ترمیم است، ولی که متاسفانه میبینیم که فامیل ترمیم نشده. اصلا ترمیم شد، یک سرکش ترمیم شد، ولی متباقی سرک مانده. مردم کلش این مردم ساهره که مینه کلش با جنجال است، کل اگه مشکلات داره. فامید ایران مکمل هم مزدود است، یک روز باز است، یک روز بسته است. تشکر است. خب، نظریات متفاوت از همشهریان ما در سرک سیلو مربوط ناحیه پنجم و سوم شهرداری کابل، چیزی که دوستا گفتن که سرک مشترکن بین ناحیه سوم و پنجم است. این مشکل در مجموع مشکلات است که ما میبینیم و همیشه سرک باید در نظارت جدی می بود. نظارت جدی اگر روال نظارت برای سرک موجود می بود، حال ما با این مشکلات روبرو نشدیم. بینندگان گرامی، برنامه رادیویی در سرک سیلو با یک مشکل دیگه که مردم زیادتر از اون نگران هستند و اکثرا دریورها و کسایی که در شرکت های سرک سازی انجینیر هستند میگن که این سرک وسعتش خیلی عریض است و گلدان ساحه خیلی زیاد عریض گرفته شده. یعنی ساحه که برای گلدان در وسط سرک باید در نظر گرفته میشد خیلی باید خرد می بود، اما اینجا میبینیم که بسیار یک گلدان وسیع و عریض در نظر گرفته شده که از اندازه عرض بودن خود سرک میکاهه. یعنی سرک خورتر شده و گلدان خیلی وسیع است. از گلدانی که استفاده مؤثر صورت میگیره به خاطر زیبایی سرک خوب است، اما نه به این اندازه. مردم شکایت از این دارن که
به این اندازه گلدان در وسط سرک ضرورت نیست، اما سرک اگر عریض می بود خیلی خوب بود، به خاطر که میبینید که در اوقات که بیروبار و مزدحم میباشه، ترافیک زیاد میباشه، میبینید که موترها اینجا اکثرا مشکلات زیاد برای خاطر عبور و مرور داره، اما گلدان عریض سرک خیلی خورد. این موضوع دیگه بود که در سرک سیلو با او روبرو شدیم و این هم موضوعی است که با مقامات در شهرداری کابل مطرح خواهد کردیم و ایشان نظریاتشان در این راستا خواهد داشت. سرک سیلوی مرکزی با شرکت قراردادی به نام افغان میوند قرارداد شد که باید این سرک را بازسازی نماید. حال می رویم و از مسئولین در این شرکت خواهیم پرسید که چرا این سرک یک بار اعمار و دوباره تخریب گردید. بینندگان گرامی، برنامه رادیویی نزد آقای سعید نعیم، رئیس شرکت افغان میوند، شرکت قراردادیه که سرک کارتای مامورین الی کوته سنگی و دوشمیز شرکت بود در ارتباط بازسازی و کارش و اعمارش. جناب رئیس، میخواستم پرسان کنم که یک بار مردم اهالی منطقه و کسایی که در ساحه گشت و گذار دارن شاهد بودن که این ساحه مسدود شد برای ترافیک و کار بازسازی از این سرک آغاز شد، اما بعد از گذشت یک زمان حتی افتتاح نشد اما به بهره برداری سپرده شد، اکثرا ترافیک ازش استفاده میکرد، اما تقریبا یک دو سه ماه قبل دوباره سرک مسدود شد، باز تخریب شد. چرا؟ درست است بیننده محترمی که از تلویزیون شما یا شکایت های از رسانه میکنن وقت دارن، سرکی که هست پار سال که ما این سرک ترمیم کردیم، یک مکتوب از طرف که در زیربنای سرک یعنی در بیس سرک بعضی مشکلاتی بود که ما به وقت زمان به شهروالی یا به کیوتی به بانک جانی ما امو راپور خود دادیم که در زیر سرک یک پایپ به نام پایپ انترکانتیننتال که از آو عشامدنی اینا استفاده میکردن که مسیرش از طرف ابرسانی فاضل بیگ آمدن او از مابین سرک یا خود مسیر سرک تیر شدن او به انترکانتیننتال اینا آو عشامدنی را از دو طریق استفاده میکردن که ما بارها مراتب این راپور دادیم به ابرسانی به شهروالی، مگر شهروالی گودام اجرات در این صورت نکرد، نگفتن که آیا ای پایپ وار دارن که سرک بسترش تخریب میکنه. دیگه ما می مکتوب دادیم با سر زمو این سرک تخریب شده. سرک وقتی که بازسازی شد تخریب شد و یا کار پایپ مشکلات خلق کرد که دوباره با این سرک تخریب شد؟ پایپ خودش بر کل مردم منطقه هم معلوم است که این پایپ در مسیر زمین سرک تیر شده و ما برهای راپور زیر دادیم که پایپ شاید در آینده مشکلاتی را به بار بیاوره، مگر من بوده که از اصل رئیس بمیشه سوال پیدا میشه که شما با وجود که راپور دادین وقتی که یک سرک به قرارداد سپرده میشه، شرکت قراردادی با وقتی که برنده میشه، تیم یا فرد از طرف شهرداری کابل موظف است که نظارت کننده هر متر سرک باشه با شما با پرسنل تان یک جا. پس این کسی که نظارت کننده شهردار از شهرداری بود، او چی کرد؟ بعد راپور از او چیگونه بود که باز پس کل کار تکمیل شد و در آخر کار باز از سر دوباره سرک تخریب شد؟ اینا در مورد قدر چندان اعتنایی نکردن شهروالی کابل او با این گپای ما و با مکتوبای ما که اگر چه مکتوب ما بسرس ماست دلیل اینکه مکاتیب که شما فرستادین بله. شهرداری توجه نکرد چی بود؟ توجه به خاطر از اینکه اینا ازینه نداشتن، گفتن که ما یه قدر ازینه نداریم که پای پاپ اما شما فکر نمیکنید که وقت ازینه را مطرح بله. کردن اما اینقدر مشکل هم برای شرکت شما خلق شد هم برای مردم خلق شد و هم امیان با مشکلات مردم دچار است. بالکل مردم با مشکلات دچار است، خوی نه اعتنای نکردن، گفت این مربوط بانک جانی است، یک بانک جانی پیسی جنر می پرسد اضافه کاری و در بازی خلاف از قرارداد که گودم یا دیزاین که گودم پیسی اوله میشه او از صلاحیت بانک جانی نیست، از شهروالی نیستن. شما یعنی در قرارداد هیچ تخطی نداشتین و هیچ مشکل نداشتین، سرک عموم یک مشکل پایپلاین بوده که باز تخریب؟ بالکل سرک پایپلاین هم بود، دیگه خود سرک برای شما معلوم است که سرک حتی یک سانتی هم نشوشته نشست نکرده، تماما موضوع پایپلاین بوده که این پای بوده. قرارداد مجموعی به کدام مبلغ با شما قرارداد شده؟ قرارداد مبلغش 4 میلیون است، 4 میلیون دلار. بازم سوال یک تکرار میشه که آیت از طرف شهرداری در جریان کار شما نظارت بر کار شما داشت که چگونه شما کار میکنین و سرک با کدام معیارات که شما قرارداد کردین نظارت از جریان کارتان داشت؟ بالکل بالکل
از روزی که ما قراردادش گرفتیم یعنی خود دیزاین ما در ساحه تطبیق میکنیم مطابق امر از اونها ما پیش میریم. یک خطوه حتی بدون اجازه از اونها ما حقم نداریم او پیش هم رفته نمیتونیم. اگر در صورتی که توافق با وجود کایت شهرداری هم بوده اما بازم موضوع پایپلاین یارک شما ذکر کردین کسی در موردش توجه نکرد بلکل نکرد. شماره از باشنده های سرک چارقلای چاردهی نیز شکایت همچون داشته و میگن که میلیون ها افغانی صرف باسازی گلدان وسط این سرک شده بود، اما بزودین گلدان دوباره تخریب گردید. بینندگان گرامی، برنامه رادیویی به سرک چارقلای چاردهی مربوط ناحیه ششم شهرداری کابل آمدیم. اینجا میبینید که تعداد از باشنده های ساحه نیز شکایت از این سرک دارن و در ارتباط گلدان سرک زیادتر شکایت هاست. اول از عریض بودن گلدان شکایت دارن، دوم از یک در ارتباط از اینکه این گلدان چقدر مصارف اول ایجاب کرده، گل شانده شده در پهلوش درخت ها یا درخت هایی که باید تزئینی بوده شانده شده، اما بعدا پس کلش تخریب شده. میخواستم در این راستا نظر باشنده های ساحه را داشته باشم. میخواستم در مورد همین گلدان سرک سایه چارخلای چردی از شما پرسنم کنم چی مشکل داره؟ پیش از اینکه بدر درباره از این گلدان فکر کنه، گلدان قدر ضرور نبود که کلان شده، سرک بدر کلان میکرد که بدر مردم عالی بدر از سرک استفاده میکرد. یک پیره ایده بدر چاند بدر اوریزه را نکشیدن بدر اجا بعد از این باز گلدان را تخریب کردن بدر مردم را تخریب کردن. میخواستم در راستای تونی سرک و خصوصا گلدان و وسط سرک پرسان کنم که مشکلات چی هست. اکثریت شکایت بر تلویزیون خورشید برنامه رادیویی مواصلت کرده در ارتباط نمی مشکل گلدان سرک. این مشکل در کجاست؟ مشکل در ایست که تجربه کافی ندارن. حالی اگه آدم یک جواز پیدا کرده فقط یک انجینیر شده، مگه ما قدر تجربه نداره که یک گلدان که جور میشه در دو طرف سرک با طور میانه بگویم جوی است. این جویا باید وصل باشه به یک جوی بزرگ که مثال حال فعلا شما میبینید. اول می تجربه را یا نداشتن، اول گرفتن دو طرف سرک جور کردن، در اخیر این نالیا را که میبینی نهالا کس یا کلش به ضرر مردم است. یا اول باید اگر این جوی کنده نمیشتی خیلی رشد میکرد، بزرگ میشد، کلان میشد. اول او را شاندن باز پس دوباره تخریبش کردن. اول تخریبش کردن بسیار ضررهای کلان رسید. حال فعلا ای گلدانا کسی نی سنگای بغل کسی بسیار زیاد تخریب شده. این تخریب شده نه حالا تخریب شده. اگر یک دانه موتروان یک حادثه میکنه از فین حال 5000 افغانی ترافیک از او جریمه میکنه بوده. مگه ما قدر نه حالای بسیار زیاد مثلا تخریب کردن هم کسی نیست که درباره از او. تشکر از شما. تشکر. خب تعداد از باشنده های سایه چارقلای چاردهی بود در ارتباط موضوع سرک و خصوصا گلدان وسط سرک. یک بار میگن بازسازی شد، نهالکاری شد یا نهالشانی شد در این راه و بعد دوباره تخریب شد. اول یک کار صورت میگیره، با چرا او کار اساسی صورت نگیره که باز دوباره او تخریب شود و مصارف زیاد، مشکلات زیاد بر مردم، جنجال های زیاد جور شود. این موضوعات در مجموع تمامی سوالات خود بود که با مقامات در شهرداری کابل مطرح خواهد کردیم و ایشان در این راستا نظریات نیز خواهد داشتیم. برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. اما مقامات در شهرداری کابل اظهار می‌دارند که کارهای در راستای سرکسازی در شهر کابل شده است، اما این تلاش‌ها اساسی و بسنده نیست. پوهنیار عبدالله عبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل که جدیداً به این پست قرار حاصل نموده است می‌گوید که سرک‌های شهر کابل نسبت ضعف مدیریتی گذشته در این نهاد با این گونه مشکلات روبرو است. آقای عبیب‌زی اظهار می‌دارد که وی متعهد به کارهای جدی در راستای حل مشکلات بخصوص بر سرک‌های شهر کابل می‌باشد. بینندگان گرامی، برنامه رادیویی جهت رادیویی موضوع سرک ها به خصوص سرک سیلو و چارقلای چاردهی به دفتر کاری پوهنیار عبدالله عبیب‌زی معین و سرپرست شهرداری کابل آمدیم و ازشان در ارتباط این موضوع سرک ها پرسان میکنیم که در این ارتباط آیا نظارت از طرف شهرداری کابل موجود بوده یا خیر. جناب شهردار صاحب، از اینکه به ما وقت مصاحبه دادن جهان سپاس، تشکر از شما. در ابتدا ما سلام های خدا خدمت تمام بینندگان تلویزیون خوشی تقدیم میکنم. در ارتباط به سوال شما باید بگویم که در گذشته نظارت از پروژه ها صورت میگرفته، اما به شکلی که باید صورت میگرفت واقعا نگرفته به دلایل مختلف که این دلایل شامل کمبود تیم، نبود
کمبود در مدیریت در بعض موارد، عدم آشنایی با معیارها و استانداردهای نظارت پروژه ها و روش مدیریت پروژه ها باعث شده که بعض پروژه ها به شکل اساسیش برنامه ریزی، دیزاین و یا تطبیق نشد. میخواستم در ارتباط مستند ردیابی که بالای سرک ابتدایش سرک کارتی مامورین آغازش و انتهایش سرک کوتی سنگی که به نام سرک سیلو معروف است، از این پرسان کنم که یک باری اعمار شد، کار مکمل شد، تکمیل پروژه شد و به بهره برداری سپرده شد، اما بعد از مدت کوتاه طرف راست سرک دوباره تخریب شد. از سر تا آخر هیچی مشکل بوده در مجموع در این سرک؟ خب در این سرک اگرچه هنوزم تحقیقات ما ادامه داره، واقعا یک مشکل در ساخت ساز از این جاده وجود داشته. یک کمیته را من تعیین کردم که شخصا خودم در ساحه رفتم و با انجینرهایی که در طرح و دیزاین این جاده و نظارت این جاده رول داشتم صحبت کردم، با شرکت مربوطه صحبت کردم و بررسی های خودم را داشتیم. احساس میشه که اگرچه هنوز پروسه تحقیقات ما تکمیل نشده چون یک پروسه زمانگیر است، اما احساس میشه که مواد پروسه ساختمانی این جاده درست صورت نگرفته. تخطی های از جانب شرکت هم شده و از جانب همکارای ما هم شده که شاید شما در جریان باشین که یکی از همکارای ما به خاطر کمکاری که صورت گرفته فرار کرده، که ما در صدد ازی هستیم که ارگانهای عدلی و قضایی با ما همکاری بکنه که ما اونا را دوباره به دست بیاریم. و دلیلش این بوده که ما وقت تحقیقات خود آغاز کردیم پیدا کردیم که اونا کمی و کاستی از جانب اونا بوده، از جانب ما همکار ما بوده. یعنی تیم نظارتی در وقت نظارت کار درست نکرده؟ دقیقاً. من فکر میکنم مسئولیت اول به دوش شاوالی هست تا بشر کرد، چون اینا نظارت درست نتانستن که از پروژه بکنن. موضوع دیگری که مطرح شد و با شرکت مسئول و شرکت افغان میوند، یک شرکت وجود با ما در تماس شدن و گفتن که پروژه ما بکنید، یک دلیل گفتن پایپلاینی که از زیر سرک تیر شده بود به استقامت یا به مسیر هتل هند کانتیننتال، گفتی یک مشکل را ایجاد کرد و به این دلیل ما دوباره این سرک را تخریب کردیم که دوباره بسازی کنیم. و در تخریب سرک تنها هم سطح اسفالت و قیریزی از بین رفته، اما سبگریت و مسئله دیگه که در سرک استفاده میشه و به حال خود باقی است. خوب ادعای وجود داشت تا حدود ما به این نتیجه رسیدیم که نخیر، طول ازی پایپ اونقدر زیاد نبوده، طول ازی پایپ کم بوده، اگرچه پایپ نباید در زیر جاده ساخته شم، اما طول ازی به حد نبوده که در طول جاده باشه، خصوصا در قسمت هایی که تخریب شده نبوده. بنان دلیل قوی وجود نداره کی باشه، اما هنوز تحت بررسی است. و فکر کنم مسئله پایپ مسئله جدی نیست، مسئله یعنی یک بهانه است. خب متاسفانه که شرکت های ما هم ظرفیتش در حدود نیستن که شما بهتر میتونید که مسائل انجینری بسیار مغلق و پیچیده است، خصوصا جاده سازی ظاهرا به مردم ساده معلوم میشه اما مسئله مغلق و پیچیده است. من نیز کسی که در این بخش تخصص دارم، یک تخصصم در بخش زیربناهای ترانسپورتی کمی جاده ها است، پل ها است، این کار ساده نیست. من برای شرکت فکر کنم مشکل خواهد باشه که را بفهمه. و در ارتباط موضوعی که به جاده از پل سوخته الا دارلمان ما مسیر دیگه رو تحت بررسی گرفتیم، نظر و شکایت مردمی از وسط سرک، یعنی از گلدان وسط سرک شکایت است که یک بار کار بازسازی و اعمار و حتی گلشانی و درخشانی در این ساحه صورت گرفت و کار با کمال تکمیل شد، اما دوباره کلش تخریب شد به خاطر از اینکه گفتن کانال حفر میشه در این راستا. من بازم در ارتباط نظارت شهرداری کابل میگم که آیا تیم نظارتی در اون وقت وجود نداشت یا پلان های طویل المدت در ارتباط از در نظر گرفته نشد که باز یک بار کار صورت میگیره و دوباره تخریب میشه؟ متاسفانه که گپایی که شما گفتین تا حدود زیاد واقعیت دارن. از پروژه های شهروالی نظر و مشاهدات ما برآورد نظارت معیاری صورت نگرفته. در ابتدا اگر قبل از نظارت صحبت بکنیم، برنامه ریزی ها به شکل معیاری صورت نگرفته، دیزاین به مو پروسه هایی که باید باشه صورت نگرفته و ساخت و ساز به این شکل. موجودیت گلدانا در وسط جاده ها که ما برش میانه میگیم یک گپ نو نیست، در کشورهای مختلف موجود است.
و معیارهای نو، خصوصا معیارهای شهر پایدار که ما به او معیارها زیاد تاکید میکنیم، ایجاب میکنه که گلدان ها در ساحات مشخص نظر به ضرورت موجود باشه، ولی نه در همه جای. بنابراین اگر گلدان در نظر گرفته میشه، دلایل قوی انجینیری ضرورت مردم موجود باشه و موجودیت گلدان بدون دسترسی، گلدانای عریض بدون دسترسی هم سوال برانگیز است. همین چه سوال است و میره میخواستم شما وضاحت داشته باشم که در این ساحه گلدانای عریض به چی معناست، چی ضرورت خاطرش داشته باشه. خب در مورد اینکه چی دلایل وجود داشته قسمی که به شما گفتم، ما معلومات خواستیم از دیزاینر این پروژه که شما بگین چرا این گلدان موجود است و چی دلایل، و ظاهرا معلوم میشه، ظاهرا قسمی که ما از جاده استفاده کردیم. انتخاب از این گلدان در دیزاین یک مشکل دیزاین است، یک منطق قوی نداشته، اما برای راه حل از این یک خوبی هم داره این گلدان. ما میخواهیم در این مسیر بی‌آر‌تی یا بس رپید ترانزیت سیستم که یک نوع بس های سریل سیر شهری است که ظرفیتش نزدیک به مترو است، ما بسازیم تا که این گلدان ها میتونه که به هدف توقفگاه های از او مثل توقفگاه های مترو است استفاده شود و مردم به او توسط یا پل هوایی یا تونل زیرزمینی به او دسترسی پیدا بکنند. تشکر از اینکه وقت مصاحبه با ما دادین. جهان سپاس. تشکر از شما که به دفتر ما تشریف آوردین و ما زمینه را مساعد ساختین که ما مردم از واقعیت ها آگاه بسازیم. با باور نمایندگان مردم در شورای ملی، نبود فرهنگ مجازات و مکافات در جریان کار پروژه های سرکسازی از جمله موارد است که به عنوان یکی از عوامل تخریب سرک ها مطرح می گردد. آنان می گویند که مقامات عدلی و قضایی کشور در این خصوص باید کار جدی را روی دست گیرد. به نظر من بیشتر پروسه های قراردادی به ارتباطات سپرده می شود. به این اساس بازد و بنده سپرده می شود. به اساس کیفیت، به اساس شایستگی، به اساس توانمندی نیست. این باعث میشه که هم پروژه به اصطلاح به ناقص تطبیق شوه و هم برنامه طویل مدت شوه و همین برنامه هایی که مثلا سرکسازی هایی که ما داریم در افغانستان همیشه متاسفانه در این زد و بند هایی صورت میگیره که این باعث میشه که اینمی نمونش سرک سیلو واری شوه و ما امیدوار هستم که از این پس هر سرکی که با کیفیت پایین ساخته میشه باید توجه شود و دوباره سر از او ساخته شود. شکایات مردم از پایین بودن کیفیت کار در پروژه های سرکسازی در شهر کابل در حال صورت میگیرد که به گفته آگاهان امور، عدم توجه جدی در خصوص نظارت دقیق از جریان کار، حاکم بودن فرهنگ معافیت در ادارات مختلف دولت، عدم مسئولیت پذیری و از همه مهمتر موجودیت فساد اداری در سطوح مختلف ارگان های داخلی و خارجی باعث گردیده تا در طول بیشتر از 14 سال گذشته بسیاری از پروژه های سرکسازی با وجود مصرف میلیون ها دلار نتیجه مثبت در پی نداشته باشد. اگر اسناد و مدارکی که نشان دهنده فساد و موارد غیر قانونی در دفاتر دولتی و غیر دولتی در دسترس شما قرار دارد، می توانید به این آدرس ها با ما شریک سازید.